من یادم رفت این رو عرض بکنم که صبح بعد از ظهر که خدمت امام بودیم، امام فرمودن جمعیت رو به بیرون بکشید. یک شب برادران عرض کرد خدمت ایشون اگر شما اجازه بدید ما اینا رو بزنیم. امام فرمودن که زدن شما ها در اینجا مصلحت نیست، پرونده می کنم که حوزه علمیت جاهای کسانی رو اوورده اینجا و مامورین رو بزنم. طلاب خودشان وظیفه خودشان رو می دانن. یکی از برادران گفت که حالا ما بیستیم اینها طلاب رو بزنن. فرمودن نه، طلاب نمی خورن از اینها، اما شما بدانید اونها جمعیتشون بالای 1000 نفره. این برادر ما خدمتشون عرض کردن که ما که 100,000 نفریم. فرمودن بله اونا 1000 نفر هستن دور دیده. تجربه من مسلح نیروی زیادی مسلح اووردن اطراف میگه داشتن، و اگر که اینها بتوانند رنگی به قضیه بدهند ممکن است که برای حوزه علمی لطمات فوق العاده داشته باشد. وقتی که در وسط میدون یه همچین مسئله پیش اومد و نیروی مسلح وارد میدان شد و با گاز اشکاور و با شلیک، برادران گفتن که آقا همه چیز رو پیش بینی کرده بود و ما نمیتونستیم درک بکنیم. من در اینجا برای نسل جوانمون یک حدیث رو عرض میکنم. اون حدیث این که از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و از ائمه معصومین نقل شده که اتقوا من فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله. از زیرکی ها و هوشیاری های مؤمن راستین احترام دارید. تقو من فراست المؤمن. بعد فرماد که فانه ينظر بنور الله، او با چشم ظاهری نگاه نمی کنه، او با نور خدا می بینه. انصاف باید بدم، پاسدار فرسوده برای اسلام و انقلاب اسلامی و روحانیت معظم بوده و هستم که امام راحل از این نور خدا در بسیاری از مراحل برای امت اسلام تازه هایی آورد، و این تازه ها از نور خدا بود. و انه ینظر به نور الله. ما در این محوطه مشغول این هستیم که فرموده بودن امام که از تمام صحنه ها شما یادداشت بردارید، یادداشت برداشتید نمانید در قم، ممکن است که شما ها رو بشناسن و بگیرن. شما وقتی کامل شد کارتون بروید. از یک زاویه دیگری نگاه کنیم که شهید عراقی آیت الله در خدمت آیت الله گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه و دیگر مؤمرین هستن جلوی چند حجره ایستادن. یه دفعه فرمانده این گروه اعلام میکنه که اینجا کار ما تمام شد، به خانه خمینی بریم. شهید عراقی دو سه تا از برادران اونجا میذاره، خودش با سرعت به طرف منظر امام حرکت میکنه و میره منظر امام. ما تو میدان هستیم، اطلاع هم از ارتباط هم نداریم با اون گروه. اونا میرن منظر حضرت امام. وقتی میرن منظر حضرت امام، از در که وارد میشه شهید عراقی در رو میبنده از پشت و جمعیت تو نشستن. امام میشنوند که صدای در اومد و کی در رو بست؟ آقای عراقی میان میگن من بستم، خطرناک هست. آقا مهدی در را باز کن، من اینها را دعوت کردم، من گفتم که من سینه خود را برای سرنیزه های شما آماده کردم، من دعوت کردم، در را باز کنید، این در را نبندید. مردم در وسط خیابان ها و اماکن متبرکه زیر چکمه و شلاق و اسلحه هستن، در را باز کن. منتها برادرانی
یکی دو بار در بسته شد که یه بارش رو آیه عراقی بسته، ظاهراً یه بارش رو آیت الله لواسانی اومدن بستن، یه بار دیگه هم یکی دیگر بزرگان، هر سه بار رو امام فرمود در باز کن. منتها همه اینا رفتن مردم رو قانع کردن که مردم از اونجا برن. امام هم با اصرار شهید عراقی اینا وسط حیات رفتن توی اتاق و فرمودن هر کس کار داره بیاد، اینا با من کار دارن که بیان، با کسی کاری ندارن، با من کار دارن، هر کس کاری داره انجام بده و بره. شهید عراقی گفتن که ما رفتیم تو زیر زمین، مقداری چوب و اینا آماده کردیم، در زیر زمین بودیم که امام یکی یکی که رد کردن صدای ماها رو توی چیز شنیدن. من این خوردریزها رو هم عرض میکنم که واقعیت اون روز رو و ذهن مبارک حضرت امام و این که المؤمنو معصوم میفرماد المؤمنو کل جبر راسخ، مؤمن همانند کوه استواره، لا تحرکه العواصف، طوفان ها نمیتونه او را از جا تکون بده و از هیچ طوفانی نمیترسه. شهید علاقی نقل میکنه که از پنجره زیر زمین امام صدا کردن شما کیا هستید اونجا؟ شهید علاقی من عرض کردم که حاج آقا ما هستیم. امام فرمودن بیایید بالا. تشی پردن سر پلی، دیدن اینا با چوب و چیزها مجهز هستن اونجا، فرمودن اینا برای چی؟ اینها که نمیتواند جلوی اینها را بگیرد و من دعوت کردم، اینجا جایی نیست که شما گارد بخواید براش درست کنید، اینجا نمانید. شهید عراقی میگه ماها گریه افتادیم، عرض کردیم که در چنین شرایطی ما شما رو تنها بذاریم؟ فرمودن اینجا کسی نماند و اطاعت کردیم و اومدیم رفتیم. ظاهرا کنار اون منزل، منزل حضرت حجت الاسلام و مسلمین آقای خسرو شاهی بود و رفتن در منزل خسرو شاهی. البته اون گروهی که به فرماندهی اون نابکار حرکت کرده بودن تا جلوی اون آبنبار اومدن و وحشت کردن از این که بیان، در اونجا وایساد یه سخنرانی براشون کرد و برگشتن از اونجا. ما به تهران اومدیم. حالا برای نسل جوانمون عرض بکنم، ما که توی اتوبوس سواریم شاید 15-16 نفر ماها با هم هستیم، یه تعداد دیگری هم هستن، اما اتوبوس مثل یک مقبره در یه گورستان یه همچی وضعی داشت. ما از قم می اومدیم بیرون، خیلی افسرده، همه افسرده بود که نتونسته بودیم بمونیم، نتونسته بودیم بزنیم، شاهد بودیم زدنها رو، نهی داشتیم از این که کاری بکنیم و رها کردیم طلاب رو اونجا و اومدیم. مصابه بخشند مجروحین حادثه، حادثه فیضیه تو بیمارستان های قم که میرن ظاهرا تحویل نمیگیرن، اینجا هست شما اطلاع خواهد؟ عرض میکنم این مال بعده که عرض میکنم، تا اینجا هنوز مجروحینمون کمه. درست. اینها شب حرکت میکنن و میریزن، وقتی که مردم میرن خیال میکنن تمام شده، بعد از غروب آفتاب میریزن و آتیش میزنن، حتی پرت میکنن از اطراف، نور شبه. اون چی که بند اینجا لازمه عرض بکنم، تو این ماشین که میامدیم، چون برای نسل جوان ما تجربیات هم مهمه که در لابلای خاطرات تجربیات هم نقل بشه، مثل یک مقبره ای که چند نفر اونجا دفنن توی این ماشین می اومدیم. هر کس تو فکر این بود که نکنه وظیفه این بود که بمونیم، نکنه وظیفه این بود که بزنیم، نکنه، ولی داشت می اومدیم. بقتتا یک ماشین از این ماشین های شرکت واحد از کنار ما خواست که رد بشه، این ماشین راننده ما راه نمیداد، خلاص اون به شدت و حدت از کنار ما که خواست رد بشه، دیدیم تعدادی از اینها مجروحی هستن، زیاد فریاد ناله دارن، اینا رو میارن از همون کسانی که مهاجم مدرسه بودن.
ماشین اول که یه شکستی در دشمن رو نشون داد، یه مقداری حیات توی این اتوبوس پیدا شد و شروع کردن شعار دادن و یه حالتی پیدا شد. یه خورده رفتیم جلوتر، ماشین دوم اومد که تعدادی حتی به صورتی روی چیز نگه داشته بودن اینها رو که بسیار خطرناک شده بود حالشون. سومین ماشین که اومد راننده راه نمیداد، مدتی این دوتا ماشین کنار هم دیگه حرکت میکردن و کاملا اوضاع به اصطلاح صدمات که اینا خوردن رو ما از نزدیک میدیدیم. بالاخره اون رد شد، خواستن برادران از راننده که چیز نکن، راه بده بذار برن، اینا ممکنه اسباب شری بشه، پشت سر ممکنه حفاظت داشته باشن، اینا اسباب شری بشه. ماشین رفت، شد 4 تا 5 تا ماشین. یک حیاتی در اتوبوس ما پدید اومد. این تجربه این هست که وقتی شکست هایی برای انسان یا مجموعه انسانی پدید میاد، باید توفیق‌هایی رو به رخ اینا کشید تا اینا حیات پیدا کنن. این توفیق‌ها که دشمن آسیب دیده، اسباب این شد که همونجا تو ماشین با هم قرار بذاریم که رسیدیم تهران کار رو از کجا شروع کنیم. برنامه ریزی که رسیدیم تهران، روز سوم فروردین رو با روز دیدار با علما تقسیم شدیم که هر کدومی بریم گروهی رو پیدا کنیم، همون که مرجع تقلیدمون گفته عمل کنیم. ما گروهی بودیم که رفتیم منزل آیت الله حاج سید احمد خونساری رضوان الله تعالی علیه، رفتیم خدمت ایشون و یک روزه فیضیه خوندیم و انصافاً ایشون تأثیر فوق العاده پیدا کردن و فرمودن که من صحبت میکنم با علما، اما شما ها پیشنهادی دارید. ما عرض کردیم خدمتشون که حد اقلش اعتصاب جماعت، نماز جماعت ها اعتصاب کنن و بازار اعتصاب کنن، کار بشه که روز سوم چهارم بازار باز میشه به عنوان اعتراض ببنده. فرمودن من این کار رو میکنم، من علما رو دعوت میکنم، من در این باره اگر هم بتوانم با قوم تماس بگیرم اونچه وظیفه ما باشه انجام میدیم. ما روز سوم رو تقریبا منزل علمای بزرگ تهران که اون روز 4 مرجع تقلید در تهران بودن، یکی آیت الله مزاری بود، آیت الله تنکابونی بود، آیت الله آموری بود و آیت الله آشتیانی، 4 مرجع تقلید در تهران بودن که مقلدینی هم هر کدام کم و زیاد داشتن. خدمت این بزرگان ما تقسیم شده بودیم رفتیم. اما روز چهارم بنده به قوم موفق شدم، رفتم خدمت امام، یه مقداری پول، دسته پول همراهم بود و چند تا پیشنهاد رو داشتم از هیئت‌های دینی. یه پیشنهاد این که ما در تهران تبلیغ کنیم که در تهران وجوهات نپردازن و وجوهات رو به قوم برسونیم. یک مطلب دیگه، درخواست دیگه داشتیم، اجازه بفرمایید که ما تقلید از شما رو روش جدیت بخرج بدیم و شما هم وعده بفرمایید رساله اجازه چاپ بدید و رساله چاپ شد. و سومین چیز که در قم هم اگه پول میارن منحصرا به شما تقدیم کنن. آقا امام فرمودن که اینها هیچ کدام کار شما نیست و هیچ کدام لازم نیست. تقلید مردم که نمیشود سیاسی شود و گفته شود از که تقلید کنید، وجوهات را که نمی شود سیاسی کرد، مردم وجوهاتشان را به مراجع تقلید خودشان تقدیم می کنند. ما مشکلمون مشکل تقلید نیست، ما مشکلمون مشکل وجوهات نیست،
ما مشکلمون در قم مشکل این نیست که وجوهات متمرکز شود، ما مشکلمون این است که مردم آگاه نیستند که این دستگاهی که بر اونها حکومت میکند غاصب است. این رو شما باید روشن کنید، وظیفه شما این هست، شما به دنبال اون کارها باشید که مردم را آگاه کنید. به دنبال فرمودن این دسته ها چیه؟ عرض کردم که چون شب که ما اینجا نبودیم شما امر فرموده بودید که ما برگردیم، شب که ما نبودیم اینجا خراب کردن حجره های طلاب رو، کتاباشون رو سوزوندن، لباساشون رو سوزوندن، کسانی که تمکنی داشتن مبالغی رو دادن که ما خدمت شما بیاریم و باز هم تعهد کردن که ما بتونیم سود کنیم. فرمودن که اینها رو بردارید نگه دارید، اصلا موقع این کار نیست. فرمودن که الان کجا میخواهید بروید؟ از کردیم که میخواهید بریم در بیمارستان ها که طلاب مجروح و مجروحین در اونجا هستن، میخواهیم بریم عیادت از اونا. فرمودن که اولا بیمارستان ها منع شده بودن از این که بپذیرن و بسیاری از طلاب در خانه ها و در بعضی از حوزه های دور افتاده در اونجاها هستن و اطباء اونجاها سرکشی میکنن و اصلا مصلحت نیست که شما بروید. مردم قوم خودشان این کار را میکنن و شماها کاری که دارید این هست که مردم را در تهران آگاه کنید، علما را آگاه کنید، عمق فاجعه را در ذهن مردم مجسم کنید. کار شما اون هست و پول را هم بردارید، به پول احتیاج نیست. هیچ مسیری راجع به تقلید که از که تقلید کنن، راجع به وجوهات هیچ حرکتی شما ندارید. شما به راه خودتون در روشن کردن مردم، در نشان دادن عمق فاجعه حرکت. باید عرض بکنم یک استدعای کردیم از ایشون، اجازه بدید ما در تهران ختم برای شهدا بگیریم. فرمودن زود است، وحشی هستند، این وحشی ها میریزن مردم را میکشن. شما مراقب باشید، من هم با بزرگان در قم مذاکره میکنم، موقعی که باید ما مجلس برقرار کنیم مجلس برقرار کنیم.